سازمانگار میدیا هولدینگ اویلا روز 2 نوامبر تقریبا ساعت 13 در نزد بنای کارخانه تب و نشر شرق آزاد در خیابان سعدی شیروزه شهر دوشنبه در بین بنای سیرک توجک و پول تکستیل جایگیر شده است. هدف حمله نفر ناشناس قرار گرفته است. در این باره سامانه پرس تیجه که نیز به میدیا هولدینگ اویلا تعلق دارد خبر داد. نشریه گفت به خاطر خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات نام جبری دیده را نشر نمی کنند. بنا به گزارش نشر شده تا تخمینا ساعت 13:00 در سن اولی گژکا گشت و گذار داشت، شخص نامعلوم از پشت سر او ضربه می زند. بر اثر ضربه های عملگر تا آسیب جسمانی می بیند. اورنج های دستانش و بینیش خونشور می شوند و در حالت نیمه مدهوشی قرار می گیرد. شخص نامعلوم پس از این تلفن افتیده تا را گرفته از جای حادثه غیب می زند. خبر داد است پرس تیجی. بنا به اطلاع نشریه کارمندان میلیسی شهر دوشنبه فوراً به جای حادثه حاضر شدند و این قضیه را تفتیش می کنند. پرس تیجی یادوار شده است که اکثر نشریه های کشور در کمپلکس تب و نشر شرق آزاد یک مؤسسه تابع دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان قرار دارند و این بنا را محافظان پاسبانی می کنند. همچنین در گرد و اطراف این بنا کامیره های نظارتی نصب شده است. ولی چی گناه این حادثه از نظر آنها پنهان ماند نورافشان است، می نویسد پرس تیجی. میدیا هولدینگ اویلا به شریف همدمپور مربوط بوده. نشریه های تاجیکستان، اویلا، سامانه های پرس تیجی و اویلا تیجی و همچنین شرکت تبلیغاتی تهران به آن تعلق دارند. در حالی که هفته‌نامه تاجیکستان مواد جدی نشر می کند، هفته‌نامه اویلا بیشتر درباره ماجراهای اویلوی مقاله می نویسد.